today. Mm-hmm. بسیاری از قواعد و اصولی که در زندگی عادی ما هست می‌بینیم اینها در واقع الهام یا میراثی است که از دوران ها در دوران‌های قبلی برای بشر مانده است. خب مثلا قاعده و البته به همین دلیل هم چون جز ذاتی بشر بوده جز قواعد دینی در اومده. خب در وقت دین اسلام خودش به جای خود حکومت اسلامی که در یه دوران کوتاهی تحقق یافت یعنی یه دوران 23 سال حیات حضرت محمد و چند سال کوتاه خلافت علی علیه السلام اینها اون حکومت که اسلامی در نظر داشته مثل این که نگاه کنه از روی اون قواعد بگه. خب مثلا یکی از این قواعد هم این است که هیچ کس رو مسئول عمل دیگری نی. البته این که مادری کوتاهی کنه در نگهداری فرزندش و اون فرزندش موجب گرفتاری برای دیگر بشه مسئولیتش با مادره، ولی این به این معنی است که تا فرزند بزرگ نشده ممیز نشده یعنی مسئولیت مستقیم نداره، مسئولیت مادرش که او را نگه داره. ولی غیر از این هم همیشه مادر باید مراقب اون باشه. این قاعده ایست که الان در تقریبا میشه گفت در تمام جهان در تمام نظام های حقوقی جهان برقراره، اما نزید رژیم و نظام زورگویی و غیر قانونی که در همه دنیا هم هست گاهی وجود اون مستثنا این نظام فطری و طبیعی بشره. بعد برمیگردیم در سیر سلوک خودمون میبینیم در سیر مهمترین سیر عبارات قرآن و خصوص خب یه قسمت هایی هست که در قرآن که صریحا نشون دهنده روش پیغمبر بود و نشون دهنده مسئولیتی که پیغمبر داره در مقابل من. البته پیغمبر در جهت اینکه مثل همونجور قرآن گفته میخورد و میآشامید و در مانند شما در بازار راه میره کار میکنه یه انسانی، ولی از یه جهت یه مأموریت یه نفر بهش سپرده، یه نفری که حاکمه بر این یعنی خداوند،
که مأمورش کرده و برای اون مأموریت یه قواعدی. اون مأموریت از این جهان نیست، از نوع کارهای ما نیست، از نوع مأموریتی که فرض کنید به پدری به فرزندش میده، میگه مواظب باش نمیدونم فلان کار نشه، مأموریت میده، این از این نوع مأموریت نیست. بنابراین مسئولیتش هم از نوع مسئولیت های ما نیست. ما اگر یه مأموریت پدرمون یا ادارمون یا حکومتمون به ما بده، ما این مسئولیت خاصی داریم برای همون کار بود. ولی این مسئولیت مسئولیتی است که مسئولیت خدا و پیغمبر داده، یعنی ما بار داره. این چه جور مسئولیت داره؟ برمیخوریم به این آیه فاستقم کما امرت، خطاب به پیغمبر خداوند میگه، دستور میده فاستقم، محکم وایستا و استقامت کن همونطور که به تو امر کردم. یعنی خیلی جا داره خوب ظاهرن یک کچون چیز معظم مشرکین میاد، 900 نفر، 1000 نفر مجهز، منطقه در مقابل 300 نفر، 300 و خورده نفر پیروان پیغمبر، غالبا به برهنه لباس هایشی، فقط 6 شتر همراه دارن، اونا 1000 تا اسب سوارن. خب این مسئولیت ما، فکر ما میگه که مصلحت نیست، شما 300 و چند نفر لخت و پتی به قول علیه 1000 سرباز مجهز. ولی خدا گفته است نه، برو. میره همونجور هم در خداوند چیکارش میکنه؟ همون ریگه میابون، همون ریگه که ما تو ماشین اگه باشه، ریگه امرانی اونجا گیر میکنه ماشینمون، از همون ریگه خدا به پیغمبر میگه بردار پاش کن. یه ریگه اینجوری اسلحه پیغمبره، یک بردار پخش کن. ریگ ها دونه دونه میشه، هر کدوم میره به چشم یک نفر از لشکری ها. خلاصه به این طریق در اونجا خدا میگه فستقم کما امرت، دنبالش رو بترسید. و من تبعتی و کسانی که پیرو تو هستند، دستور العمل برای پیروان پیغمبر که تابع تو هستیم به خود اونا نمیده، به پیغمبر میگه با این تبعت اینجوری باش. اگه در عالم ما بود غیر از اون عالم پیغمبر که یعنی مثل همین دستور العمل هایی که ما میدیم به خودمون، این مردم میگفتن آه به ما که چیزی نگفتی، البته حالا مثل این که گفتی به ما که چیزی نگفتی، ولی پیغمبر فرمود به یه عبارتی که شیبت نیست صورت هوده، این سوره هود منو پیر کرد،
یعنی اگر نامیدم من کجا این همه مردم عزیز کنم؟ از کار من نیست، کار خود خداونده. اینجا مسئولیت ما را هم سپرده به پیغمبر، نه اینکه از ما سلب کرده، ما سر جای خودمون مسئول هستیم، مجازاتش رو میبینیم. حتی در بعضی موارد، بعضی گناه ها که غیر از مجازات الهی مجازات اجتماعی هم داره، اونها رو سپنده که این اساس مجازات کنیم. خدایا به اینجا میرسیم آدم گیر میکنه. خودت آفریدی، خودت مسئولیت گذاشتی، خودت قدرت دادی که بکنیم یا ضعف دادی، بعد دیگه مجازت. همه چیز امر از خداست، اطاعت از خداست، همه خدا باید بده. ولی من از آلک، یعنی اگر ما حالا در حرف جنگی، اگر ما به این مرحله برسیم، بشر برسه، کارش راحت. ولی پرده هایی از این نقش هایی نشون دید، مثل همین هایی فستغم که ما امرده و من تاب معک، کسانی که با تو آمدن برگشتن توبه. یه پیغمبر فرمود شیبت نی صورت هودن، این سوره هود به واسطه این آیه منو پیر کرد. از ماها مسئوله، سفید شدن اون پیغمبر هست. در جاهای دیگه، دو جای دیگه هست که خداوند خطاب به پیغمبر میگه فاستقم کما امرت، همون جوری که بهت امر کردم محکم وایستم، محکم باش. هیچ جا نفرمود من پیر شدم، نه. ولی این آیه در این سوره فرمود من پیر شدم، تفاوتش همون من تاب معک، تو و همه کسانی که با تو توبه کردن مثل خودم، یعنی همه مسلمان ها. نمیگم که هر چه مسلمانی هم، بنابراین همه مسئولیم. گذشته از مسئولیت در مقام فطرتمون که مسئولیم خدا، ولی مسئولیم در مقابل پیغمبر. بعد همین یک کوچک شده ما مسئولیم در مقابل نظم اجتماعی خودمون. هر دولتی، هر حکومتی، نظامی مسئولیت میطلبه از افرادش. این همه مسئولیت ما بار مسئولیت و ما نگفتیم و نمیگیم شایبت نیم، یعنی نمیترسیم از این. ولی مهمترین ترش همین که مسئولیم در مقابل همه اینا که درست رفتار کنیم همون جوری که امر کرده است.